درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. با نگاهی به ویدئوی راهپیمایی حکومتی‌ها و مفتخورهای استخدامی ایرانی و افغانی و سایر ممالک به مناسبت حضور در راهپیمایی 22 بهمن در تهران و با توجه به اجباری که به انواع مختلف در ادارات و مدارس اعمال شد، از جمله امتیاز رتبه بندی معلمان برای آنهایی که در راهپیمایی شرکت کردند، متوجه میشیم که جمهوری نکبت اسلامی در مانور اقتدار خودش امسال هم مثل سالهای پیش دوباره شکست خورد و جمعیتی که راهپیمایی کرد اصلا در حد ادعاهاشون نبود. اینا همان 10-20% های ناخور رژیم هستند که قطعا به زودی کنار زده خواهند شد و چهره تک تک آنهایی که مصاحبه کردند و خبرنگاری که مصاحبه تهیه کرد و عناصری که این مراسم رو تدارک دیدن ثبت شده و در فردای آزادی حداقل یک غلط کردن بزرگ به ملت ایران بدهکارن، چون ما نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم و ساعت اجرای عدالت نزدیکه. عمر آبی ها میگن مردم ایران هیچ تعلقی به انقلاب ندارن، اومد اینجا مگه میشه نداشته باشن؟ چرا اومدید شما؟ اتفاقا من اولین بار هم میام توی راهپیمایی و به خاطر این اغتشاشات خواستیم بیم که ما همه جوره پای ایرانمون هستیم. این تصاویر پرستوهای پیر و جوان و میانسال در راهپیمایی 22 بهمن 1401. نکته جالب اینه که هیچ وقت موضوع حجاب نبوده. موضوع این بود که این نظام بهانه‌ای داشته باشه تا سرکوب کنه، چپاول کنه، دزدی و غارت کنه و کشور بزرگ ایران رو برای منافع خودشون به فنا بدن و هر جایی هم هر کاری به سودش باشه میکنه. مثل این پرستوها که در سیرک 22 بهمن میبینید تا نظام جهل و جور و فساد خودش رو یک نظام آزاد و غیره معرفی کنه. حلقک‌بازی جمهوری اسلامی، کله صوبی اومدن ما این جمعیت زیاد سلب آسایش میکنن. جمعیت خیلی زیاده ها، البته من یه جوری دارم میگیرم کم تر نشون میده. ارواح خاک شهدا میگه. بله بله چشم. جدا از خلوت بودن راهپیمایی امسال و استفاده از صنعت فتوشاپ در پرجمعیت نشان دادن راهپیمایی شهرها و نشان دادن یک صحنه همزمان برای چند شهر، اوج استیصال حکومتی ها در سال جاری به جایی رسید که مصرع دوم شعرهای مردمی را تغییر دادن. سرزی بلا همراهی، روزه کرم سپاهی، امسان سال خونه، سیدنی مهرمونه، امسان سال خونه، سیدنی مهرمونه، سای نفر بر، عرصه در خرمتر. یکی نیست به این نادانها بگه اینجوری که دارین تایید میکنین که پیام مردم بهتون رسیده و تا عمق جانتان اثر گذاشته. اینجا هم خانم زندانبان رو میبینید که خانم زندانی رو بدون حجاب به راهپیمایی آورده و دستش رو داره میگیره تا برگردونه زندان و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی برای توصیف این عکس نوشتن وقتی که عکست رو گرفتی و زودتر باید جمع کنی بری. کدت میخوادی؟ چه همه مهاجر این که کدت میخوادی؟ اینا که همه کارگره همینجا هم که شعور یک اسب بیشتر از شعور آدم‌های شرکت کننده در مراسم ساندیسخوری 22 بهمنه. گاهی با یک تلنگر به اصل و ریشه خودت برمیگردی. در حماسه یابوها رم کردن خودجوش اسب در مراسم خودجوش 22 بهمن حادثه آفرید. ماهیت آمریکا نمی‌شه، شیطان لعین آمریکا. این
فواید بودجه چندین هزار میلیاردی برای جامعه المصطفی مشخص شد. حضور طلبه‌های شپشی و گریگوری کشور نیجریه در راهپیمایی 22 بهمن را ببینید. کل افرادی که جمهوری نکبت اسلامی تونست در تهران 10 میلیونی اطراف میدان شهیاد به مناسبت اشغال ایران جمع کنه همین چند نفرن. چقدر هم امسال خرج کرد و وسایل آتش بازی خرید از اربابش چین، ولی یک آبروریزی بزرگ براش رقم خورد. از آقا این بادکنک در شهن شما نیست صدا و سیما در تازه ترین شاهکار خودش کیفیت تصاویر رو به حدی پایین آورده که فتوشاپ ها دیده نشه، اما فراموش کرده که کرمان تا اردبیل 1000 کیلومتر فاصله داره. اینجایی که میبینید بلوار استاد معینه، به زور دستوری شروع بش کردم. صدای بهمن. شبکه خبر یکی از امنیتی ترین کانال های رژیم بود که توسط گروه هکری عدالت علی هک شد، درست زمانی که رئیسی داشت به تمام دهه 80 و 90 ها میگفت بدانید که آینده برای ایران اسلامی بسیار بسیار درخشانه. گروه عدالت علی با هک صدا و سیمای جمهوری اسلامی هنگام پخش سخنرانی ابراهیم رئیسی در مراسم حکومتی 22 بهمن، تصاویری رو با پیام پولهاتون رو از بانک بیرون بکشید و نمایش شعار مرگ بر خامنه ای و فراخوان 27 بهمن پخش کرد. و در ابتدا گروه عدالت علی دهه فجر و قدوم ناپاک خمینی جلاد به ایران رو به تمامی ملت آزادی خواه تسلیت گفت و گفت که هموطنان زیادی به ما مراجعه کردند و از ما خواستن که فراخوان 27 بهمن رو انعکاس بدیم و ذکر کرد که گروه ما به یادبود دو هموطن به قتل رسیده در راه آزادی، یعنی سید محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، و انتشار هرچه بیشتر فراخوان 27 بهمن تمامی هم و غم خودش رو بر این قرار داده تا این هک قبل از 27 بهمن صورت بگیره و از تمامی هموطنان خواهش کرده که با فراخوان 27 بهمن همسو بشن و دیدارشون در خیابانها باشه. چه اینجایی که میبینید میدون امام ساریه، خب پخشش هم زده زنده، ببینید اینجا زده زنده. ما الان توی میدون امامیم، بذارید برم میدون امامو بهتون نشون بدم. اینم میدون امامه، کلن انقدر جالبه نه؟ اینجا چند نفرن؟ اینجا کلن انقدر همون جایی که تصویر شده ببینید. اگر تا کنون ترس رو از نزدیک ندیدید، چهره واقعی ترس این شکلیه. امام جمعه خامنه‌ای در آبدانان در مراسم حکومتی 22 بهمن از ترس جوانان این شهر در میان این حجم از جاش‌ها، یعنی مزدوران و محافظین، تنها چند دقیقه سخنرانی کرد و رفت. راستی چهره جاش‌ها رو هم به خاطر بسپارید. نامه لو رفته تهدیدآمیز وزارت اطلاعات به سازمان صدا و سیما. گفتن در حالی که رئیس جمهور در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت سالگرد انقلاب اسلامی بود و از قدرت بی‌نظیر نظام میگفت، یک گروه هکری دشمن سایت پخش زنده صدا و سیما رو هک کرد و زشت‌ترین شعارها رو علیه مقام معظم رهبری از وبسایت رسمی جمهوری اسلامی پخش نمود و در خباثت دشمن که شکی نیست. اما آقایان مسئولان که پیاپی در همین صدا و سیما از اقتدار جمهوری اسلامی میگن، آیا بعد از چندین و چند بار هک صدا و سیما توسط منافقین و دشمنان
توان بستن شکاف‌های امنیتی بلندگوی رسمی نظام را هم ندارن. اگر دارید و نکردید که باید دادگاهی بشید، اما اگر این توان رو ندارید پس با چه رویی از اقتدار دم میزنید و اینطوری با آبروی نظام و شخص رهبری بازی میکنید؟ و در ادامه نامشون هم گفتن چند ماهه که همه بسیج شدیم تا با تظاهرات با شکوه مشتی بر دهان اختشاشگران بکوبیم. با این بی ارزگی شما همه چیز بر سرمان آوار شد. جا داره که حراست صدا و سیما توبیخ و دادگاهی بشه تا بلکه مسئولین کمی به خود بیان و امنیت نظام رو جدی بگیرن. کتلت میخورید؟ کتلت. جان کلام این که صادق هدایت گفت که ملت ایران میدونه که گرگ‌های ما داخلی هستن. از خارجی نباید متوقع بود که دایی خاتون از مادر مهربان تر باشه. بدونیم که اگر به خودمون رحم نکنیم دیگران به ما رحم نخواهند کرد. برابی ها صبح داشت دارن میگن مردم ایران تعلقی به انقلاب ندارن، امروز اومدید اینجا. چون ما مردم ایران رو واقعا نمیشناسن. مردم ایران به عشق رهبرشون، به عشق میهنشون سالهای سال پای انقلابشون موندن و خواهند بود تا ظهور حضرت مهدی انشاءالله. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.